مکن تا توانی دل خیش ریش، مکن تا توانی دل خیش ریش، وگر میکنی میکنی بیخ خیش. سلام استاد. سلام علیکم. خسته نباشی. خدمت شما. چه خبره؟ دیشب تاله داره میباره همینطور. آه خدمت شما. دست شما درد نکنه. جریمه ما چقدر شد استاد؟ 15 تا. چه خبره بابا؟ نرخش همه جا همینه. با 15 تومن یه اتو میخریدم خودم اتوش میکردم اوستا. دستم که چلاق نیست. عزیزم همه جا قیمتش همینه. همینه همینه دیگه. معلومه چه خبر شده؟ هر روز همه چی داره گرانتر میشه. بفهم. آقا این که 12 تومنه. همینه دیگه. ندارم. خدا نکنه یه بارون. دیگه نمیشه تو خیابون راه رفت. همینه دیگه. شهرداری و راهنمایی رانندگی تقصیر دارن که نمیتونن سرجم یه خیابون درست و خلوت تحویل آدم بدن. فقط فکر گرفتن عوارض نوسازی و جریمه از مردم. نه، تقصیر راننده هاست. همه میخوان دربس بزنن. تو این اوضاع از مردم سوء استفاده میکنن دیگه. اگه این افسرها وایسن دم ایستگاه تاکسی دربستیا رو جریمه کنن درست میشه. اینجوری نمیشه داداش. اون وقت سر چهارراه ها رو کی بپاد؟ من چه میدونم آقا. من هرچی جواب منطقی بهت میدم انگار تو کتت نمیرم. شما هم دلتون از جای دیگه پر سر من خالی میکنی. اگه میخوایی نگه دارم پیاده شین. یعنی چی نگه دارم پیاده شین؟ مسافر سوار کردی باید برسونی مقصد دیگه. من مسافرکش نیستم. مسیرم بود. گفتم یه کار خیریام کردم. حالا من نمیدونم مسافرکش یک کار خیلی میخوای انجام بدی. باید منو برسون. ای خاک تو سرتون کنم با این جنس ساختنتون. همه چیز قلابی و علکی شده. جنس هم جنسای قدیم. زنگ خراب، قفل خراب. بابا یکی به داده منو بیچاره برسه. وقتی آیفون دقیقه و ساعت خراب باشه همین میشه دیگه. من اصلا موندم تو چجوری کلیدو کردی توی این قفل. این کلید مال در پارکینگه. میخواستی چیکار کنم؟ با اون همه وسایل تو دستم، زیر بارون، جربست با آدمای نادون، دیگه برام حواس میمونه؟ از بس همیشه منفی بافی میکنی دیگه. الان هم باید یه کلید پارکینگو بسازی، هم باید قفلو تعمیر بکنی. خودم میدونم، شمام لازم نیست نصیحتم کنی. اعصابم خرابه. مشکل من الان شکسته شدن این کلید تو این قفل نیست. مشکل من فرهنگ و رفتار آدماییه که باشون رو در روهم شدن سوهان روهم. آره میدونم. اصولا همه ای آدم ها سوهان روهن. همه ای آدم ها مشکل دارن. تنها کسی که مشکل نداره شخص جنابالی هستی. باز شروع کردی ها. همه کاراش باعث درد سر. من که بهت گفتم شفاش خونه رو دارن تعمیر میکنن. واسه چی رفتی همون؟ ای بابا آب اول امتحان کردم گرم بود، از بس که بی ملاحظه مصرف میکنن یهو آب تموم شد. خیلی خوب، واسه یه قابلمه آب گرم کردم. فعلا اینو بگی کارت را بیفته تا بعد. مگه میخوام جوراب بشورم یا قابلمه آب برام آوردی؟ برو بگو شوفاش خونه رو درست کنن. یخ کردم بابا. خیلی خوب بابا، یخ کردم، بگو زودتر درست کنن. ببین خوب شد؟ گاه آنقدر دو دستی مشکلات ما را میچسبیم که طفلک‌ها حتی اگر بخواهند بروند نمیتوانند، و گاه آنقدر درباره مشکلات حرافی میکنیم که مجبورند برای پاسخگویی به این همه حرف بمانند. بهتر نیست سکوت کنیم که بروند،
بهتر نیست رهایشان کنیم؟ بهتر نیست خانم رهایش کنی؟ به چسبی به درس و مشق پارسا. واقعا که تو چقدر خوش ذوقی. ببین خسرو، تو نمیخوای با پارسا یکم بیشتر حرف بزنی؟ حداقل وقتی خونه ای باش بازی کنی؟ هان؟ خب بازی میکنم، حرفم میزنم. آخه کافی نیست. اگه از من و تو یاد نگیره از کی یاد بگیره؟ من الان صداش میکنم میاد پایین، یکم باش بازی کنه، یکم باش حرف بزن. پارسا، پارسا جان. بله لیسانس روانشناسی باید یه حرفارم بزنه دیگه. پارسا جان بیا بودو. چی؟ بیا بابات میخواد باید بازی کنه. بابا میخواد با من بازی کنه؟ آره دیگه، بودو تو پشیمونه شده. چی بیا؟ جان بودو، من هم واسه تو میوه میارم. خواهی تو سرم کنم دیگه. نگاه کن تو فوتبال شدیم پنجم آسیا. اولش میگم مارادونا رو میاریم، همین مربی خواهد. بابا راستی راستی که میخوای با من بازی کنی؟ بازی؟ مامانت میگه دوست داری بازی کنی. آره؟ آره معلومه. میخوای یه تام و جری بذارم بشینی ببینی؟ من دوست دارم با شما بازی کنم، با شما حرف بزنم، بچه ها دوست دارم با پدر مادرشون بازی کنم. میخوای بری پلی استیشن بازی کنی؟ چی دوست داری بازی کنی بابا؟ نون بیار کباب ببر. نه عزیزم درست درد میگیره بابا. قایم موشک. قایم موشکم بابا، خونمون کوچیک، زود پیدا میکنیم همدیگر. اسفامین. کلک تو که از نوشتن خسته شده بودی. پیداش کردم بابا. ببین پارسا این چیه؟ کاغذ دیگه، روزنامه. نه بابا ببین این نقشه جهانه، کره زمین، همه کشورهای دنیا اینجا. ببین اینا حالا دیگه نمیبینی. چرا کاغذ کردی؟ نگران نباش بابا، الان درستش میکنم. خب حالا تو باید اینا رو مثل پازل هست بعضی وقتا بازی میکنی، کنار هم بچسبونی، هر وقت درستش کردی بیا به من نشون بده. اگه خوب درستش کرده باشی یه جایزه داری. جایزت هم چیه؟ میبرمت پارک با مخلفاتش، پیتزا بستری. خوبه بابا؟ بگیر برو درستش کن ببینم چی کار میکنی. آفرین بابایی، برو. خانم پس چی شد این میوت قرار رو بیاری؟ کجا بودم؟ چشم مامان جان، خسرو سرش خلوت شد میایم دیگه. پارسام دلش براتون تنگ شد. باشه خدافظ. بیا درستش کردم. ای شیطون کلک میزنی؟ رسی رساکی درستش کردم. بده ببینم. مامان کمکت کرده؟ من چجوری کمکش کردم؟ تو آشپزخونه بودم، علم که اینجا نشستم دارم مینویسم. پس تو مگر میدونی نقشه دنیا چطوریه؟ نه، مگه نقشه دنیا چجوریه؟ خب اگر نمیدونی نقشه دنیا چیه و چطوری درستش کردی؟ دنیا رو که درست نکردم، من این آدم رو درست کردم، دنیا خودش درست شد. پس میریم پارک، نه رفتم آزمش. بهتر نیست انگشت ایرادگیر من را به جای اشاره رفتن به اینان به سمت خود بگیریم. باور کنید اگر خودمان درست شویم همه چیز درست می شود، حتی دنیا. سازگاری با مردم نصف ایمان است.
و نرمش با آنها نصف زندگی است. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم.